سلام بر شما، به خبر 21 خوش آمدید. رهبر انقلاب در جمع هیئت‌های دانشجویی: کارزار جبهه حسینی و جبهه یزیدی تمام نشدنی است. اقدام باید به تناسب شرایط باشد. یک وقت در دانشگاه، زمانی در فضای اجتماعی یا سیاسی و یک وقت در راه کربلا و فلسطین. حسینی زندگی کردن یعنی آزاده بودن، یعنی خونخواه مظلوم بودن. حرف حق همیشه در جهان، در کره زمین، در اتمسفر میمونه. عملیات موفق مقاومت لبنان با هدفگیری عمق سرزمین‌های اشغالی در مرحله نخست پاسخ ترور فؤاد شکر. اصابت پهپاد و موشک‌های حزب الله به 11 پایگاه راهبردی رژیم صهیونیستی از جمله مرکز حساس اطلاعاتی گلیلوت در قلب تل آویو. دبیر کل حزب الله: حملات بی هدف امروز رژیم صهیونیستی پس از عملیات موفق حزب الله شکست اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا را رقم زد. صهیونیست‌ها منتظر پاسخ جداگانه هر عضوی از محور مقاومت باشند. ما هرگز عقب نشینی نمی‌کنیم از غزه و مقاومت در غزه و فلسطین و ملت فلسطین و نه از مقدسات امت در فلسطین. میلیون ها زائر اربعین با رسیدن به کربلا و بین الحرمین در مکتب سیدالشهدا حاضری زدند. آمار آستان مقدس عباسی از حضور بیش از 21 میلیون زائر در مراسم پیاده روی اربعین امسال حکایت دارد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. این همه آدم یعنی عشق، یعنی صفا، یعنی عشق به اهل بیت، یعنی اسلام زنده است، خونه امام حسین میجوشه. موج بازگشت زائران ایرانی پس از برافراشتن پرچم اربعین به مسابقه رسانه عاشورا در جهان. عالی بود، عالی، خیلی خوب. خیلی خوب بود، به عشق امام حسین بود، ولی خیلی گرم بود. تجربه سالهای قبل که توی مهران داشتیم اینجا خیلی بهتر و خیلی سریعتر کارم را افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شب شما بخیر هممیهنان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم به مشروع خبرهای ساعت 21 توجه بفرمایید. پاسخ اولیه حزب الله لبنان به ترور فرمانده ارشد خود. حزب الله لبنان بامداد امروز ابتدا با شلیک بیش از 320 موشک پدافند رژیم صهیونیستی را درگیر کرد و سپس با پهپاد چندین نقطه راهبردی و حساس امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. بر اساس گزارش منابع خبری، مرکز طراحی عملیات امنیتی و تروریستی گلیلوت در قلب تل آویو یکی از مراکزی است که هدف اصابت پهپادهای حزب الله قرار گرفته است. این لحظه آغاز عملیات فریب حزب الله لبنان با شلیک موشک‌های کاتیوشا است برای خالی کردن آتشبارهای موشک‌های تمیر گنبد آهنی. پس از یک ساعت آتشباری، حالا حزب الله به پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی و جولان اشغالی حمله می‌کند. این اهداف از جمله پایگاه‌های نظامی جاسوسی و شنود رژیم صهیونیستی است که مورد هدف موشک‌های نقطه زن حزب الله لبنان قرار می‌گیرند. اما در این میان موشک‌های نقطه زن و پهپادهای انهدامی حزب الله لبنان به شمال تل آویو در 13 کیلومتری مرز لبنان با این نقطه میرسند. درست در غرب سرزمین‌های اشغالی در شمال تل آویو در منطقه گلیلوت دو مقر مهم قرار دارد.
واحد 8200 ارتش رژیم صهیونیستی و مقر موساد که درست در یکی از مناطق به شدت حفاظت شده رژیم صهیونیستی قرار دارند. با این حال هدف اصلی عملیات حزب الله بودند. اسناد ما میگه که هدف نظامی ویژه‌ای که گفتیم که آن را اعلام خواهیم کرد، آن پایگاه اطلاعات نظامی اسرائیل 8200 بود در گلیلود در نزدیکی تلاوی بود که هدف اصلی بود. پهپادهای ما رسیدن به این دو هدف، لکن دشمن سانسور کرد، مثل همیشه سانسور کرد. رژیم صهیونیستی سانسور گسترده‌ای برای جلوگیری از انتشار آمار تلفات و تخریب‌های این مراکز لحاظ کرده است. واحد 8200 ارتش رژیم صهیونیستی وظیفه شنود، ارزیابی، تحلیل و جنگ اطلاعاتی و روانی علیه ایران و مقاومت را دارد. افسران حاضر در این واحد متخصص در عملیات‌های اطلاعاتی، سایبری هستند و در فضای مجازی هم حضور دارند. حتی مسلط به زبان فارسی هم هستند. چندمین عملیات در تل آویو در یک ماه گذشته است. همین چند روز پیش دو بمب در قلب تل آویو منفجر شد و یمنی ها هم یک هدف اطلاعاتی در تل آویو را با پهپاد هدف قرار داده بودند. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما. ساکنان سرزمین های اشغالی در حال فرارند. خبری با قید فوریت که بامداد امروز ساعتی پس از پاسخ مقاومت به حملات صهیونیست‌ها در برخی رسانه‌های رسمی و شبکه‌های مجازی منتشر شد. آژیرها در تل آویو که به صدا درآمد، فرودگاه بن گوریون هم خالی شد، اما ساعتی بعد صف‌های طولانی بود از ساکنان سرزمین‌های اشغالی که به سرعت خودشان را به فرودگاه می‌رساندند تا بلکه بتوانند با پروازی جان به در برند. این صف‌ها وقتی طولانی‌تر شد که به گفته رئیس این فرودگاه بیش از 50 پرواز لغو شد. این در حالی است که شمال سرزمین‌های اشغالی در طول 10 ماه گذشته اساساً خالی از سکنه شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی با همرسانی این عکس و تصویرها نوشتند: به نظر می‌رسد گنبد آهنین دیگر تحمل فشار حملات حزب‌الله را ندارد. دبیر کل حزب الله لبنان گفت حملات بی هدف امروز رژیم صهیونیستی پس از عملیات موفق حزب الله شکست اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا را رقم زد. در پی پاسخ امروز حزب الله لبنان به صهیونیست‌ها در پی حمله تروریستی آنها به بیروت و شهادت فؤاد شکر از فرماندهان مقاومت، سید حسن نصرالله ساعتی پیش از موفقیت آمیز بودن حمله 40 و برخورد پهپادهای مقاومت به اهداف اصلی در نزدیکی تل آویو خبر داد و گفت اطلاعات رسیده نشان می‌دهد تعداد زیادی از پهپادها به این اهداف رسیدند، اما دشمن مثل همیشه سرپوش می‌گذارد و گذر زمان واقعیت را روشن می‌کند. ما در مقابل یک دروغ پردازی اسرائیلی هستیم که همش دروغ، ادعاات توخالیه، و در مقابل شکست اطلاعاتی آنها هستیم، چون که نه سکوی پرتاب ما را کشف کردند، نه پهپادها و نه سکوهای پرتاب پهپادها را، و همه عملیات با موفقیت اجرا شد. شکست اطلاعاتی و شکست عملیات پیشگیرانه، آنها شکست خوردند در اماکنی که بمباران کردند و گفتند موشک بالستیک بوده. سید حسن نصرالله علت تأخیر پاسخ به صهیونیست‌ها را فرصت دادن به مذاکرات برای توقف تجاوز به غزه خواند و گفت صهیونیست‌ها به ویژه نخست وزیر این رژیم نشان دادند تمایلی به توقف حملات ندارند، برای همین تصمیم گرفتیم عملیات خود را آغاز کنیم. دبیر کل حزب الله با اشاره به اینکه هر کدام از طرف‌های مقاومت پاسخ خودشان را به صهیونیست‌ها خواهند داد گفت آمریکا شریک جنایات صهیونیست‌هاست و تمایلی هم برای توقف جنگ غزه ندارد. سید مقاومت افزود در این عملیات هدف ما شلیک موشک بالستیک نبود و ممکن است در آینده یا زمان نزدیک این کار را بکنیم.
خب در استودیوی خبر 21 میزبان آقای کثیرنژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی هستیم. آقای کثیرنژاد خوش آمدید. نظرتون راجع به عملیات امروز حزب الله چیه و فکر میکنید چه بازتاب هایی خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. چند تا نکته میشه در رابطه با این عملیات مطرح کرد. من بیشتر سعی میکنم از جانب داخل جامعه رژیم صهیونیستی به موضوع بپردازم. اولین نکته این بود که خیلی تاکید داشتن روی اینکه ما یک حمله پیشگیرانه انجام دادیم قبل از اینکه حمله حزب الله شروع بشه، یعنی تقریبا نیم ساعت قبل از حمله. خب توی عرف نظامی و امنیتی حمله پیشگیرانه یعنی حمله ای که باعث بشه حمله طرف مقابل اتفاق نیفته یا از توانش به شدت کاسته بشه، در صورتی که اولا جلوی این حمله گرفته نشد، یک، و دو اینکه حمله علیه اون اهدافی که قرار بود انجام بشه و با همون کیفیتی که میخواست انجام شد. پس نشون میده، خود همین نکته نشون میده که حمله پیشگیرانه‌ای در کار نبود، بلکه اسرائیلی‌ها به نوعی فریب نیروهای مقاومت رو خوردن و جایی رو که مقاومت میخواست بزنه رو فکر کردن حمله پیشگیرانه است. این نکته مهمی بود. نکته بعدی این که اسرائیل تقریبا از دو سه ساعت گذشته مدام این بحث رو مطرح میکنن که حزب الله با این کارش جلوی مذاکرات رو گرفت، در صورتی که خب نکته که مهمه اینه که اون کسی که اولا مانع شد مذاکرات به نتیجه برسه اولا شخص نتانیاهو بود به اذعان همه تقریبا مقامات سیاسی که تو اسرائیل هستن، حتی گالانت، حتی در واقع سرتیپ نیتسان آلون عضو هیئت مذاکره کننده، همه اینها اذعان کردن که نکاتی که در واقع نتانیاهو اضافه میکنه هر دور باعث میشه که مذاکرات به نتیجه نرسه. نکته بعد این که در گرماگرم این مذاکره اسرائیلی‌ها اومدن رئیس دفتر سیاسی حماس، یعنی کسی که باهاش مذاکره میکردن رو ترور کردن. معنی این حرف جز این نیست که من دیگه مذاکره نمیخوام، برای من خود اسرائیلی ها اعلام کردن که مذاکره دیگه معنی نداره. و نکته بعدی هم این که خب حزب الله حتی با وجود تمام این کارشکنی ها باز اجازه داد اتفاقی که در قاهره قرار بود بیفته مذاکرات انجام بشه، ولی باز هم نتانیاهو اومد شرط جدیدی رو مطرح کرد، گفت ما محور فیلادلفی رو میخوایم و مجددا مذاکرات رو به شکست رسون، که صدای اعتراض در داخل اسرائیل هم اومد. پس این که مذاکره به شکست میخوره، چون امروز دوباره هیئت مذاکره کننده رفته قاهره، از همین الان گفتن این مذاکرات به شکست میخوره، این یه بهونه ایه که در واقع حمله حزب الله رو بهونه قرار دادن میگن شکست بخوره، چون از اون اول اصلا قرار نیستش این اتفاق بیفته. چرا؟ به خاطر اینکه منفعت نتانیاهو اقتضا میکنه تا موقعی که شرایط به نفعش نشده جنگ رو تموم نکنه، و اگه بخواد تو این شرایط جنگ تموم بشه نتانیاهو زندگی سیاسیش متزلزل میشه و اعتباری نیست که بتونه دولت‌های بعدی رو هم مدیریت بکنه. آقای کثیرنژاد، رژیم صهیونیستی درباره عملیات امروز حزب الله چه اطلاعاتی رو منتشر کرده؟ معمولا توی همچین شرایطی هیچ اطلاعات خاصی رو منتشر نمی‌کنن، به دلیل اینکه توی اداره اطلاعات ارتش یک بخشی داره به اسم واحد سانسور نظامی، اصلا اسمش همینه، کارش اینه که جلوی انتشار اخبار رو بگیره، ولی خب به تدریج هر کی که میره جلوتر بعضی از این خبرها ممکنه منتشر بشه، مخصوصا با استفاده از ابزار فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بالاخره بعضی از مردم ممکنه بعضی از این اطلاعات رو بیرون بدن، اما به تدریج این خبرها قطعا بیرون منتشر خواهد شد. اما اون چیزی که تا الان میشه گفتش قطعی هست این هستش که هدف اصلی این حمله، همونطور که توی سخنرانی سید حسن نصرالله هم بود، اسرائیلی اذعان کردن که گالیلوت بوده، منطقه گالیلوت، منطقه که قلب یگان 8200، مقر فرماندهی 8200 اونجاست و در کنارش مقر فرماندهی موساد، قلب اطلاعاتی اسرائیل رو حزب الله هدف قرار داده، این رو بهش اذعان کردن. نکته بعدی این که بعضی از ضعف‌های اساسیشون رو هم اذعان کردن، مثلا اکثر پهپادهایی که تو این حمله مورد استفاده قرار گرفت از سمت دریا به سمت سرزمین‌های اشغالی اومدن، و این یعنی اینکه یه ضعف بسیار جدی اسرائیل داره در رهگیری پهپادها و تهدیدهای از این جنس که از سمت دریا بخوان بیان، باز این رو هم بهش اشاره کرده بودن اسرائیلی‌ها. اما اینکه تلفات چقدر هست، ما حتی داشتیم مواردی که تو کشته‌هایی که اسرائیلی‌ها داشتن رو بعد از 4-5 سال اعلام کردن، و طبیعی که توی همچین مواردی به این راحتی و به این زودی نخوان اذعان بکنن. اما از اون طرف یک تهدیدی هم سید حسن نصرالله داشتن،
گفتن اگر اسرائیلی‌ها به تلفاتی که داشتن اذعان بکنن و ما ببینیم این تلفات رو دارن میپذیرن، که خب عملیات رو همینجا متوقف میکنیم. اما اگر اسرائیلی‌ها بخوان بگن هیچ تلفاتی وجود نداشته، ما میتونیم حتی مراتب بعدی هم براش در نظر بگیریم، چون توی بیانیه‌های چهارگانه‌ای که حزب الله منتشر کرد همه این مسئله توش بود که این پاسخ اولیه بود و کاملا شرایط برای پاسخ‌های بعدی هم باز هستش جلوی حزب الله. خیلی متشکرم آقای کظیم نژاد، کارشناس مسائل رژیم صهیونیست. ادامه خبرهای 21. جنبش حماس با استقبال از حملات امروز حزب الله لبنان این حملات را سیلی به رژیم صهیونیستی توصیف کرد. احمد عبدالهادی نماینده حماس در لبنان هم گفت این پاسخ منحصر به فرد نشان داد حزب الله فریب نیرنگ آمریکا را درباره کاهش تنش و مذاکرات نخورده و واکنش مقاومت قطعی است و فقط به زمان نیاز دارد. جنبش انصار الله یمن هم با تبریک این عملیات و حمایت از آن اعلام کرد این پاسخ قدرتمند نشان داد مقاومت مقتدرانه به وعده های خود عمل می کند. انصار الله همچنین تاکید کرد به تجاوزهای رژیم صهیونیستی قطعاً در میدان نبرد پاسخ خواهد داد. همزمان با اربعین حسینی امروز مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حسینیه امام خمینی و در حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد. در این مراسم ضمن قرائت زیارت اربعین حجت الاسلام و المسلمین اصلانی به ایراد سخن پرداخت و مداحان اهل بیت در رسای سالار شهیدان نوحه سرایی کردند. ترا خوانده حسین، مرا خوانده حسین، دوباره لشکر عشق و آتش، خشم و توفان، شور و غیرت، عزم و ایمان، راهیان کربلایان، آه غزه، عزم لبنان، خشم صنعا، شور ایران، راهیان کربلایان. در پایان این مراسم نماز ظهر و عصر به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد. رهبر انقلاب اسلامی در بین دو نماز در سخنانی با اشاره به زیارت عاشورا، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی را مستمر و تمام نشدنی و در این حال نحوه این کارزار را به تناسب شرایط و اقتضاعات متفاوت خواندند و تاکید کردند انقلاب اسلامی ایران فرصت و میدان وسیعی را در مقابل جوانان گشوده است و باید از این فرصت با برنامه ریزی و شناخت صحیح وظیفه اقدام لازم و به موقع را در جهت اهداف عالیه انقلاب انجام داد تا زمینه پیشرفت و فلاح و رستگاری فراهم شود. حضرت آیت الله خامنه ای هدف از قیام امام حسین علیه السلام را مقابله با ظلم و جور خواندند و افزودند شیوه های مقابله جبهه حسینی با ظلم و جور به تناسب شرایط متفاوت است. این مقابله در دوران شمشیر و نیزه به یک گونه است و در دوران اتم و هوش مصنوعی به گونه ای دیگر. در دوران تبلیغات با شعر و قصیده و حدیث شیوه خاص خود را داشت و در دوران اینترنت و کوانتوم نیز شیوه های دیگری را باید به کار گرفت. ایشان با اشاره به اینکه این وظیفه در دوران دانشجویی به یک گونه است و در دوران مسئولیت به گونه دیگر خاطر نشان کردند، هر گل من ها ربکم نباید فراموش بشه، هر گل من ها ربکم همیشه به معنای تفنگ به دست گرفتن نیست، به معنای درست اندیشیدن، درست سخن گفتن، درست شناسایی کردن، دقیق به هدف زدن. این هر بول من حرمکم اینجوریه.
بدونید وظیفه چیه، بشناسید راهی رو که باید بپیمایید. اگر اینجور فکر کردیم، اینجور شناسایی کردیم، اینجور همت کردیم، زندگی معنا پیدا میکنه، زندگی هدف پیدا میکنه. رهبر انقلاب اسلامی گفتند جوانان باید دوران کنونی را که به برکت انقلاب اسلامی میدان وسیعی در مقابل آنها گشوده شده است قدر بدانند و با برنامه ریزی و مطالعه و فکر صحیح که لازمه آن آشنایی با قرآن و تأمل در آن است اقدام به موقع انجام دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند این اقدام به موقع گاهی در محیط دانشگاه معنا پیدا می کند، زمانی در فضای اجتماعی و یا سیاسی لازم است و گاهی همین اقدام در راه کربلا و فلسطین و اهداف عالیه ضرورت پیدا می کند. ایشان در پایان تأکید کردند استفاده جوانان از این فرصت تاریخی به معنای فلاح و رستگاری است و اگر از این فرصت استفاده و به وظیفه عمل نشود نتیجه آن خسران خواهد بود. ما از دانشگاه دامغان اومدیم. رشته چیه؟ رشته پزشکی است. دانشجوی دانشگاه خلیج فارس، رشته مهندسی شیمی، علوم پزشکی بابل، سوشیال بینور حرم بودیم. نصیبمون نشد امسال دیگه. دوست داشتم که امسال اونجا باشم ولی خب متاسفانه نشد. زربین حسینی، چقدر این اتفاق و یه رزق میدیدیم؟ خیلی زیاد، 100% یه رزقه. واقعا دعوت شدیم و الان خیلی خوشحالم اینجا. اونم حکمت شیرینش همین بوده که بعد از چند روز توفیق داشتم و دعوت شدم برای دیدار رهبرمون. با این تجدید دیدار قوت قلب بدم به ما تا ما بتونیم با قدم‌های محکم‌تر این رو پیش بریم. های دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور با رهبر انقلاب در روز اربعین. خب بینندگان عزیز، دعوت میکنم به ادامه گزارش دیدار رهبری با هیئت‌های دانشجویی به مناسبت اربعین باشید. به دامغان اومدیم. رشته چیه؟ رشته پزشکی است. دانشجوی دانشگاه خلیج فارس، رشته مهندسی شیمی، علوم پزشکی بابل، سوشیال بینور حرم بودیم. نصیبمون نشد امسال دیگه. دوست داشتم که امسال اونجا باشم ولی خب متاسفانه نشد. زربین حسینی، چقدر این اتفاق و یه رزق میدیدیم؟ خیلی زیاد، 100% یه رزقه. واقعا دعوت شدیم و الان خیلی خوشحالم اینجا. اونم حکمت شیرینش همین بوده که بعد از چند روز توفیق داشتم و دعوت شدم برای دیدار رهبرمون. با این تجدید دیدار قوت قلب بدم به ما تا ما بتونیم با قدم‌های محکم‌تر این رو پیش بریم. های دانشجوی دانشگاه های سراسر کشور با رهبر انقلاب در روز اربعین. شفیه همون نماد همیشگی مقاومت امروز پررنگ‌ترین تصویری که در حسینی خمینی به چشم میاد. بر سر و دوش و گردن جوانهای ایران اسلامی که برای خواهران و برادران فلسطینیشون پیام دارن. مقصود از این چفیه من فکر می‌کنم این هستش که ما با مردم فلسطین ابراز همدردی خودمون رو نشون بدیم و بهشون بگیم ما خوششون هستیم. آقای خامنه‌ای رهبر مقاومت هستن، نه صرفاً مردم ایران بلکه کل اسلام. هشتگ چی؟ Free Palestine.
فلسطین رو آزاد کنید. آه غزه، عزم لبنان، خشم صنعا، شور ایران، راهیان کربلایان. حسینی زندگی کردن یعنی آزاده بودن، یعنی خونخواه مظلوم بودن، از حق مظلوم دفاع کردن، به این میگن حسینی زندگی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر. کار فرهنگی خیلی مهمه و البته باید اساسی و بنیادین باشه. در هر زمان و هر مکانی ما پشت این راه و توی این راه وایمیسیم. حرف حق همیشه در جهان، در کره زمین، در اتمسفر میمونه، هیچ وقت از بین نمیره. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. الی یوم القیامه یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشدنیست. کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی. ترا خوانده حسین، مرا خوانده حسین، دوباره لشکر حسین. چشماتو چند ثانیه ببند، فکر کن الان تو وسط بین الحرمه. اگر الان بین الحرمین بودی چی میخواستی؟ الله علیک یا مظلوم. اللهم عجل لی کل الفرج. لغت میشه گفت زور امام زمان، هر چه سریعتر. کربلای معلا میادگاه زائران اربعین. میلیون ها نفر از شیعیان و عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام مانند هر سال از کشورهای مختلف برای شرکت در مراسم اربعین خود را به کربلا رساندند تا از ثواب زیارت اربعین جان نمانند. قدم به قدم، عمود به عمود، موکب به موکب، مسیر عشق به پایان رسید و عاشقان به وصال یار رسیدند. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اربعین یعنی عشق، این همه آدم یعنی عشق، یعنی صفا، یعنی عشق به آقا ابا عبدالله، یعنی عشق به خانم زینب، یعنی عشق به اهل بیت، یعنی اسلام زنده است، خون امام حسین میجوشه. مسافرین، از راه دور و نزدیک آمده ایم، ما را دریاب. گر در طلبش رنجی ما را برسد شاید، گر عشق حرم باشد سهل است بیابان ها. من سر از جونم فدای امام حسین، حاضرم همه زندگی ما در راه امام حسین بدم، اما هر سال اربعین بیام کربلا. مواکب ایرانی و عراقی در کنار هم تا آخرین لحظه تمام تلاششان برای پذیرایی از زائران حسینی است. هیئت پابوسان حضرت علی اکبر تبریز بودا ما در هیئت پابوسان حضرت علی اکبر تبریز با همکاری برادران عراقی از شهر بصره موکبمان را از روز اربعین در کربلا دایر کردیم جهت پذیرایی از زائران.
ما سالهای قبل حضور زائرانی از هندوستان و پاکستان و افغانستان را بعد از اربعین هم در کربلا شاهد بودیم. این موکب مشترک را راه انداخته ایم با یاد شهدای خدمت تا چند روز پس از اربعین هم زائران حسینی را خدمات بدهیم. اگر بگن که این آخرین کربلایی که میاید، دوست دارم همینجا شهید بشم و همینجا هم بمونم و همینجا هم خاکم بکنن، چون حیف آدم از اینجا برگرده. یعنی من دوست دارم مرگم از خدا بخوام که نخوام بیام، این آخرین بارم باشه. همین زبایی میسم نمیرم تا موقع لحظه مرگم. اربعین هم به پایان رسید و اما حرارت عشق به حسین در قلب‌های مؤمنان و آزادگان جهان همچنان جاری است. ناصر اشکریز، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا، عراق. حضور پرشور زائران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در مراسم اربعین 1403. حرم مطهر امام حسین علیه السلام و قمر بنی هاشم علیه السلام امروز مملو از زائران و دسته های عزاداری بود که از شهرهای عراق و کشورهای مختلف به سمت حرمهای مطهر حرکت و عزاداری کردند. بر اساس اعلام تولیت حرم حضرت عباس علیه السلام، شمار زائران شرکت کننده در مراسم بزرگداشت زیارت اربعین در کربلای معلا 21,480,525 نفر بود. گفتگو میکنم با پوریا سلیمان زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که همکنون در کربلا مستقر هستند. آقای سلیمان زاده، سلام بر شما، از حال و هوای کربلا برامون بگید، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا ابا عبدالله. صدا و تصویر من رو از حرم آقا امام حسین علیه السلام، از نزدیک حرم آقا امام حسین علیه السلام، صحن و سرای عقیله، موکب رسانه‌ای معلا میبینید و میشنوید. من اینجای ظهوریان در نزدیکی بین الحرمین هستم و ماشاءالله جمعیت خیلی زیاد همچنان در بین الحرمین مشاهده میشه. ازدحام در اطراف حرم همچنان هست. زائران از سراسر کشور عراق، ایران و کشورهای مختلف خودشون رو بعد از مدت‌ها روزها به این کربلا، به این شهر رسوندن، به نزدیک مسجد نورانی آقا امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام رسوندن. طبق همون آماری که خودتون اعلام کردیم، بیش از 21 میلیون زائر که به قصد زیارت اومدن در اینجا حضور داشتن. ما در سطح شهر کربلا کمی مشاهده کردیم که جمعیت کاهشی بوده، یعنی محسوس بود، اما همچنان ازدحام جمعیت رو در کوچه پس کوچه های شهر کربلا مشاهده میکنیم. طبق آخرین آماری که ستاد اربعین کشور اعلام کرده، بیش از 80% زائران کشورمون از مرز مهران عبور کردن و وارد کشور شدن. توصیه شده که زائران تمرکز برگشت خودشون رو به امشب و فردا موکول نکنن تا بتونن خدمت رسانی بهتری رو دریافت کنن و طبق چیزی که در سامانه سماح ثبت نام کردن به کشور بازگردن. اینجا جمعیت خدا رو شکر خیلی زیاده. ما اینجا دعاگوی همه کسانی که نتونستن بیان نائب زیارشون هستیم. امیدوارم که قسمت بشه هر کسی که حاجت داره، دلش میخواد و آرزو داره، پاشه بیاد و اینجا زیارت کنه. ما نائب زیاره همه همکاران عزیزمون در تهران هم خواهیم بود ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای سلیمان زاده، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کربلا. موج بازگشت زائران اربعین به کشور. خبرها از گذرگاه‌های مرزی از حضور گسترده زائران برای بازگشت به کشور حکایت داره. بر اساس اعلام ستاد اربعین، تمام تمهیدات برای بازگشت آسان زائران به مقاصد خود دیده شده است. بازگشت زائران اربعین به کشور چند روز است آغاز شده و تا کنون بیش از 70% زائران به کشور بازگشتند. از مجموع زائرانی که زمینی به کربلا رفتند، 2,400,000 زائر به کشور بازگشتند که از این میزان 760,000 نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی از مرزهای ششگانه به شهرهای خود باز می‌گردند. عالی بود، عالی، خیلی خوب. خیلی خوب بود، به عشق امام حسین بود، ولی خیلی گرم بود. خیلی شلوغی و ازدحامات زیاد تو روز اربعین. جایزه که هر کسی حدودا 3 تا 4 روز سفر کنه به کربلا و جا رو بذاره برای بقیه که بتونن اونا هم شرکت کنن توی این حماسه بزرگ. تعداد صورت وضعیت صادر از صفر بامداد تا کنون از مرز مهران 11,031 مورد و تعداد مسافر جابجا شده یه اتوبوسی هم
33,025 نفر در روز جاری بوده است. مرز مهران پر مخاطب ترین مرز است که در روز اربعین در برخی مسیرها به اندازه کافی اتوبوس وجود نداشت و در این هوای گرم زائران سرگردان شدند. وضعیت کاشان روز گذشته هم همین طور بود. یه ساعتیه. بله. داری سوار میشی؟ نه هنوز. اتوبوس دومی میاد، دو اتوبوس دیگه باید بیاد. بذار واسین تو نوبتمون بشه بریم سوار شیم ببریم. بله معطلی خیلی داریم. شما مسافر کجا؟ همدان. ماشین دارین؟ نه. گید نمیذارن بیان داخل. همه تو سفر. این وضعیت مسافرای تهران مشاهده کنید. صف به دلیل ورود پرتعداد عزیزان هست و همزمان انتخاب. بعدن اتفاق میفته، ظاهر عزیز میره بالا، نمیپسنده ماشین رو میاد پایین. این بحث انتخاب اگر بخواد توی این صف و این طول صف انجام بشه خودش زمانبر هست. همچنان توصیه شده زائران برای بازگشت از مرزهای باشماق، تمرچین و خسروی بازگردن. تجربه سالهای قبل که توی مهران داشتیم اینجا خیلی بهتر و خیلی سریعتر کارم راه افتاد، مخصوصا توی رف که خیلی عالی بود. طبق برنامه عالی، اصلا صف خیلی کم. هنگام ورود به کشور برای پیشگیری از بیماری‌های ویروسی زائران غربالگری می‌شوند. اگه کسی علامتی داشته باشه در رابطه با بیماری‌های واگیر، پشه یا آیدس، کرونا علامت داشته باشه، اینجا ما اسامیشون رو می‌نویسیم، کارهای لازم رو انجام میدیم و ارجاعش رو میدیم به درمانگاه. 50% زائران ایرانی مرز مهران را برای بازگشت به کشور انتخاب کردند و مرزهای شلمچه با 27%، خسروی 13%، چذاب 8% و باشماق و تمرچین هر کدام با 1% پذیرای زائران برای ورود به کشور بودند. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما. گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مستقر در گذرگاه مرزی خسروی، آقای باجلانی. سلام بر شما. بفهمید که وضع تردد زائران الان در این مرز به چه صورت هست و چه تمهیداتی در نظر گرفته شده برای جابجایی زائران. آقای ظهوریان، بینندگان عزیز سلام، وقت بخیر. از خروج مرز خسروی با شما صحبت بکنم. موج بازگشت زوار هر لحظه در حال افزایش هست. تردد به صورت کاملا روان و بدون هیچ وقفه‌ای در حال انجام هست. طی 24 ساعت گذشته از طریق این پایانه مرزی بیش از 60,000 نفر وارد کشور شدند. در بحث پذیرای اسکان هم 300 بوکب در استان کرمانشاه پیش بینی شده. در بحث حمل و نقل 300 دستگاه اتوبوس کاملا پیش بینی شده، 170 دستگاه اتوبوس در مرز خسروی و مابقی در منظریه عراق. در بحث بهداشت و درمان 3 بیمارستان درمانی و تخصصی کاملا کار بهداشت و درمان رو بر عهده گرفتن. از ابتدای ماه سفر تا به امروز که با شما صحبت بکنم بیش از 780,000 تردد انجام شده. نسبت به مدت مشابه سال قبل یه رشد 17% رو این پایین مرزی نشون میده. آنچه که مسئولان به اون تاکید دارن اینه که زوار در هنگام ورود به کشور برای رسیدن به مقصد عجله نکنن، حتما در استراتگاهی که قبلا پیش بینی شده استرات کافی داشته باشن و به مقصدشون به حرکت کنن. خیلی متشکرم آقای باجلانی، خبرنگار صدا و سیما مستقر در مرز خسروی. دلدادگان مکتب امام حسین علیه السلام به یاد قدم‌های جابر مسیر 14 کیلومتری میدان امام حسین تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی را پیاده روی کردند. از همان دقایق اولیه صبح امروز مردم تهران با حضور پرشور خود در مسیر پیاده روی نشان دادند که جامانده نیستند و با پای دل در کربلا حضور دارند. از همان اوایل صبح پیاده در راه بودند. در مسیری حدود 14 کیلومتر از میدان امام حسین تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری. اینجا تهران، اربعین حسینی و این عزاداران حسینی، ما رأیت الا جمیلا. برای حضور در پیاده روی اربعین. امروز اومدم برای امام حسین، برای پیاده روی اربعین. خیلی با دل شکسته اومدم اینجا. مادر مرا به بزم عزای تو شیر داد حسین. دلشان اما کربلا بود، میان زائران پیاده‌ای که امروز به حرم رسیدند. کربلا دوست داشتیم کربلا باشیم. قطعاً و قطعاً کربلا. با همین دو شهر دوست دارم برم کربلا. بین الحرمه. حرم علی عبدالله حسین. ان شاء الله سال دیگه اربعین اینجا باشم. در مسیر پیاده روی همراه و هم قدم بودند تا در مکتب امام حسین علیه السلام ماندن و آزاد زیستن را تمرین کنند.
در میان پرچم‌هایی که همراه داشتند، پرچم فلسطین اما پرشمار بود. حمایت از مظلومای عالم که حالا به ویژه مظلومای غزه هست. اسرائیل که الان نماد یزید زمانه. انشالله به حق همین روز اربعین نابودی اسرائیل. قدم همون واقعا نظر این باشه که فلسطین سریعتر آزاد شد دست این قده های سرطانی. و مردم در مسیر پیاده روی اربعین به یاد مردم مظلوم غزه هم قدم برداشتن. از کربلا انشالله تا قدس به نیت مردم مظلوم فلسطین. کسایی که مردم غزه رو اینجوری دارن به خاک و خون میکشن نماد بارز ظلمن تو دنیا. من دوست داشتم فلسطین باشم و حمایت از فلسطینیان عزیز. دلدادگان امام حسین علیه السلام در پیاده روی اربعین از آزادگی و ظلم ستیزی مکتب حسینی گفتند. باید درس بگیریم که نباید جلوی ظلم سکوت کرد. حق و ناحق نکنیم، نمازمون رو به جا بیاریم. به نظرم اگر همیشه توی این صحنه ها بمونیم امام حسینی هم میمونیم. باید آگاه به زمان خودمون باشیم، دشمن رو بشناسیم، راهشون رو ادامه بدیم دیگه، راه شهدامون رو. باید به مرام حضرت ابو عبدالله توجه داشته باشیم. مثل امام حسین از خود گذشته باشیم، به فکر مردم باشیم. اربعین سال 1403 تمام شد، اما تصویر قدم‌هایی که نذر ظهور شد برای آزادی همه ملت‌های مظلوم در خاطره‌ها باقی ماند. و پیام اربعینی‌ها در ایران و سراسر جهان، وحدت و همدلی زیر پرچم سیدالشهدا علیه السلام و ایستادگی در برابر ظلم است. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما. امروز سراسر کشور جلوه عشق و دلدادگی به مکتب امام حسین علیه السلام بود. مردم در شهرهای مختلف همگام با تهرانی ها در پیاده روی روز اربعین شرکت کردند. Yeah.
همزمان با اربعین حسینی، مردم روستاهای کشور هم با برپایی مراسم پیاده روی عشق و ارادت خود را به سرور و سالار شهیدان نشان دادند. وزرای امور خارجه عربستان و جمهوری آذربایجان در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزیر امور خارجه کشورمان انتصاب آقای عراقچی را به این سمت تبریک گفتند. در گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر خارجه عربستان آخرین تحولات منطقه و روابط دو جانبه بررسی شد. در این گفتگو دو طرف با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تشدید تنش در منطقه بر ضرورت افزایش تلاش‌ها برای متوقف کردن جنایت صهیونیست‌ها و آغاز ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه تأکید کردند. همچنین وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در گفتگو با آقای عراقچی با اشاره به تمایل کشورش برای توسعه مناسبات دوستانه با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد همکاری‌های تهران و باکو گسترش یابد. آقای عراقچی هم توسعه مناسبات دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل با جمهوری آذربایجان را از اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران خواند و بر لزوم بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به خانواده‌های فلسطینی و مراکز بیمارستانی دست کم 71 فلسطینی شهید و 112 تن دیگر زخمی شدند. در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به بیت لاهیا در شمال نوار غزه چند فلسطینی شهید و شماری هم زخمی شدند. حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در شهر غزه هم به شهادت 3 فلسطینی و زخمی شدن شمار دیگری منجر شد. یک دختر بچه فلسطینی هم در حملات هوایی بامداد امروز به شهر غزه به جمع شهدای این باری که پیوست. شمال غرب رفح و مرکز خان یونس هم هدف حملات توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفت. 6 فلسطینی هم در بمباران خانه‌ای مسکونی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه به شهادت رسیدند.
عبد الله خلصنا طريقه يا جماعه يلا تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از تجمع شماری از آوارگان فلسطینی در ساحل دیرالبلح پس از افزایش حملات رژیم صهیونیستی علیه مناطق مرکزی نوار غزه حکایت دارند. بازداشت مدیرعامل تلگرام در فرانسه. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از شبکه تلویزیونی TF1 فرانسه اعلام کرد پاول دروف شامگاه شنبه در فرودگاه لوبورژه در حومه پاریس بازداشت شده است. گفته می شود دروف از جمهوری آذربایجان وارد فرانسه شده و پس از پیاده شدن از هواپیمای شخصی خود بازداشت شد. پاول دروف قرار است در برابر قاضی فرانسوی حاضر و محاکمه شود. مقام های فرانسه دروف را به قاچاق مواد مخدر، حمایت از تروریسم، کلاهبرداری، پولشویی، دریافت کالاهای مسروقه و تولید محتوای مجرمانه علیه کودکان متهم کردند. رسانه های فرانسوی گزارش دادند که دروف در فرانسه با خطر 20 سال زندان مواجه است. رسانه های روسی معتقدند دستگیری و اتهام ها به پاول دروف برای دسترسی به اطلاعات کاربران تلگرام است. گزارش حاکی است بعد از انتشار خبر دستگیری رئیس تلگرام در فرانسه سهام تلگرام و رمز ارز تون به شدت سقوط کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به بازداشت مالک تلگرام در فرانسه گفت سفارت روسیه در پاریس در حال بررسی جزئیات مربوط به بازداشت پاول دروف است. همچنین ماریا زاخاروا با کنایه خطاب به آزادی بیان غربی گفته آیا سازمان‌های غربی مربوط آزادی مؤسس تلگرام را که در فرانسه دستگیر شده است خواستار خواهند شد یا زبان خود را خواهند بلید؟ پیکر شهید امنیت حسین علی پیری پس از تشییع در گلزار شهدای زاهدان آرام گرفت. حسین علی پیری رئیس پلیس آگاهی شهرستان خاش بود که دوم شهریور در حمله گروهک تروریستی جیش الظلم حوالی منزلش به شهادت رسید. امروز همچنین پیکر شهید تازه شناسایی شده دفاع مقدس سید محسن غریبیان لواسانی در لواسانات تشییع شد. پیکر این شهید والا مقام سال 76 تفحص و در همدان دفن شده بود که به تازگی با آزمایش DNA شناسایی شد. پیکر این شهید بر اساس وصیتش در امامزاده خواجه سلطان احمد لواسان به خاک سپرده شد. رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از جانبازان قطع نخاعی آسایشگاه امام خمینی و اعصاب و روان بیمارستان صدر عیادت کرد. آقای اوحدی در این بازدید بر رسیدگی به مسائل درمانی جانبازان و رفع مشکلات دارویی، درمان، مسکن، معیشت و اشتغال فرزندان آنها تاکید کرد و خواستار رسیدگی به آن شد. حق اولاد و عائله مندی بازنشستگان خیشفرما به حساب آنها واریز شد. معاون صندوق بازنشستگی کشوری از بازنشستگان خیشفرمایی که تاکنون اطلاعات خود را تکمیل نکردند خواست با مراجعه به دفاتر استانی صندوق اطلاعات خود را تکمیل کنند. و زهره حمیدی بازیگر تلویزیون و سینما پس از تحمل یک دور بیماری زهره امروز دار فانی را وداع گفت. نقش آفرینی در آثار سینمایی مانند مسافر ری، رستاخیز و ورود آقایان ممنوع از جمله آثار به جامانده از این بازیگر است. پیکر این بازیگر روز چهارشنبه در بارگاه بی بی سکینه صفادشت به خاک سپرده می شود.